سلام دوستان، تا حالا دیدید داخل یه آکواریوم توالت بذارن؟ تا حالا ماساژ چاقو دیدین؟ همونطور که میبینید قدرت تخیل انسان قابلیت این رو داره چیزای عجیبی خلق کنه. امروز سراغ 17 چیز عجیب و باحالی میریم که تا حالا ندیدید. مجسمه های پفدار. به این مجسمه ها نگاه کنید. شبیه اسباب بازی هن نه؟ در واقع این مجسمه ها از مرمر ساخته نشدن بلکه از جنس نوار پانسمان هن. هنرمندی به اسم آن بوتیان چندین ساله که با پارچه مجسمه افراد رو میسازه. کلکسیون اون پر از مجسمه هایی که انسان ها رو در ژست های مختلف و عجیب نشون میده. اون اول اسکلت رو با پنبه درست میکنه و بعد دورش رو با پارچه میپوشونه. ساختن صورت با همچین پارچه نازکی واقعا کار سختیه. شاید به خاطر همینه که شخصیت ها شبیه مومیایی هن. مجسمه های خارق‌العاده. در اینجا یه مجسمه آدم غیرعادی داریم. این مجسمه ساخته یه هنرمند انگلیسی به اسم آنا گالسپیه. این زن از تکنیک های مختلفی استفاده میکنه. از برنز و مواد طبیعی استفاده میکنه. ببینید مجسمه رو چطور میسازه. هر میوه درخت بلوط به صورت دستی به اسکلت اصلی چسب زده میشه. راستی آنا برای ساخت این آثار هنری با چیزهایی که از درخت‌ها میافتن کار میکنه. مثلا تو این مجسمه از برگ‌های درخت، چدن و برنز استفاده کرده. این مجسمه هم از برگ ساخته شده و مردی رو نشون میده که دهانش رو باز کرده تا قطرات بارون وارد دهانش بشه. کاخ غیرعادی. به این کاخ غیرعادی که در شهر میچل آمریکا قرار داره نگاه کنید. فکر میکنید سنگ نماش از چی ساخته شده؟ بذارید زوم کنیم. نه اشتباه نمی کنید، واقعا بلاله. در واقع کل فضای خارجی خونه پوشیده از بلاله. به خاطر همینه که به کاخ بلال معروفه. تو این ویدیو می بینیم که چطور این اثر هنری رو خلق می کنن. ساختن نقاشی با چیزای خوردنی کار راحتی نیست، اما این افراد کارشون رو به خوبی بلدن. این کاخ حتی عروسک تبلیغاتی خودشو داره. همونطور که می بینید اینم یه بلاله. میخو ریسمان. به نظرتون این مرد داره چی کار میکنه؟ نه، اساسیه منزل نمیسازه. این در واقع یه روش متفاوت طراحی چهره است که بهش میگن هنر نخ و میخ. مثلا این تصویر جوکره. اگه دقت کنید میبینید نخایی که میخها رو به هم وصل کردن این نقاشی خیلی زیبا رو خلق کردن. هنرمند نیاز به زمان زیادی داره تا تعداد نخها و محل قرارگیری میخها رو محاسبه کنه. تو اینجا طراحی گام به گام صورت اورال لووین رو میبینید. برای ساخت یه شاهکار هنری همیشه نیاز به رنگ ندارید. بعضی وقتا به میخ و نخ و یه قدرت تجسم خوب نیازه. میز بیلیارد ماشینی. نظرتون راجع به این ماشین شیک چیه؟ بله، فرمون و صندلیاشو برداشتن، اما حالا میتونید روش بیلیارد بازی کنید. راستش این یه ماشین واقعی نیست، بلکه برای ساختنش از بخش‌های مختلف ماشین استفاده کردند. حتی یه نسخه دیگه این میز بیلیارد رو به ماریو آندردی هدیه دادن که راننده فرمول 1 معروفه. راستی هدیه خیلی ارزونی هم نیست. قیمت این میز بیلیارد ماشینی 30,000 دلاره که تقریباً به اندازه قیمت یه ماشین خوبه. چاله‌ها. راننده‌ها سعی می‌کنن از چاله‌ها دوری کنن، اما این مرد علاقه خاصی به چاله‌ها داره. اون دنبال چاله‌های عمیق می‌گرده که بتونه داخلش آثار هنری خلق کنه. جیم بکر خیلی وقته که این کار رو انجام میده. این هنرمند داخل چاله‌ها سیمان می‌ریزه و آثار هنری زیبایی رو روشون خلق می‌کنه. شاید همه هنر خیابونی رو درک نکنن، اما قطعاً راننده‌ها ازش ممنونن که چاله‌های خیابون‌ها رو براشون پر می‌کنه. این هنرمند از یه تکنیک باستانی خاص استفاده می‌کنه تا ظاهر جالب‌تری به نقاشی‌هاش بده. خلق هر کدوم از این آثار زمان زیادی میبره، اما به نظر میاد تا وقتی تمام چاله ها رو تبدیل به اثر هنری نکنه راضی نمیشه. خفه کننده صدا. فرض کنید مجبوری تماس مهمی رو جواب بدید، اما آدمای زیادی اطرافتون هستن. یه روش اینه که به جای خلوت برید، اما روش راحت تر اینه که از این دستگاه استفاده کنید. این دستگاه صداتون رو بیرون نمیده و باعث میشه بتونید بدون نگرانی حرف بزنید. ممکنه ظاهر عجیبی داشته باشه، اما مکالمتون رو کسی نمیشنوه. این پروژه هنوز به تولید انبوه نرسیده، اما ممکنه به زودی بخشی از زندگی روزمرمون بشه. ماساژ خطرناک.
تو چین یه سنت عجیب به اسم ماساژ با چاقو وجود داره. به نظر نمیاد تیغه های تیز چاقو باعث رفع خستگی بشن، اما چینی ها نظر دیگه ای دارن. جلسه ماساژ اونا به این صورته: شما به آرومی دراز میکشید و ماساژور با تجربه با چاقو بهتون ضربه میزنه. ماساژور یه حوله روی بدنتون میذاره تا علامت چاقو روی بدنتون نمونه. این ماساژ دردتون رو کم میکنه و سلامتی کلیتون رو افزایش میده. توالت منحصر به فرد. این رستوران ژاپنی به نظر خیلی عادی میاد، اما خیلی ها رو غافلگیر میکنه. البته نه با غذاش. اگه به توالت رستوران برید میبینید دور تا دورتون رو آکواریوم ماهی فرا گرفته. طراحی این آکواریوم ها 270 هزار دلار هزینه داشت. در داخل آکواریوم ها کلی ماهی قرار دارن. در نتیجه حوصله مهمونا تو توالت سر نمیره. حتی لازم نیست بابت رفتن به این توالت غیر عادی پولی بدید. فقط کافیه یه غذا تو رستوران سفارش بدید. زمین های فوتبال. تو کشور تایلند محله های فقیر نشینی وجود داره و در این محله های کوچیک مردم زیادی زندگی می کنن. یه شرکت بانکوکی برای حمایت از این افراد اولین زمین های فوتبال غیر عادی دنیا رو در این مناطق ساخته. نتیجه خیلی خوبه. جایی که یه زمانی پر از زباله بود حالا زمین فوتبال شده و میتونید داخلش بازی کنید. تا حالا 5 زمین متروکه رو تبدیل به زمین فوتبال کردن. بازی کردن تو این زمین ها قطعا خیلی لذت بخشه. فرایند درمانی عجیب. احتمالاً هیچ وقت دوست ندارید حس کنید به رحم مادرتون برگشتید، اما یه کلینیک در ژاپن میتونه کمکتون کنه این حس رو تجربه کنید. این یه فرایند درمانی 20 دقیقه‌ایه که کمک میکنه خستگیتون رفع بشه و مشکل خمیده راه رفتن رو حل میکنه. این درمان در سالهای اخیر خیلی محبوب شده. هر کسی نمیتونه 20 دقیقه تو همچین حالتی بمونه، اما اونایی که بعد از 20 دقیقه بیرون میان از نتیجه خیلی راضین. تبلهای غیر عادی. این احتمالاً عجیبترین درامستیه که تا حالا دیدید. ایوادا برای ساخت موسیقی از تلویزیون استفاده میکنه. این یه ترفند هوشمندانه نیست. این مرد فقط تلویزیون ها رو به کامپیوتر وصل میکنه و دانگ ها رو دستکاری میکنه. به هر حال از چند تا تلویزیون معمولی صدایی رو در میاره که انتظارش رو ندارید. آینه های مکانیکی. اگه تکنولوژی مدرن و هنر ترکیب بشن چی میشه؟ نتیجه یه آینه مکانیکی میشه. یه هنرمند به اسم دنی روزن کاری میکنه نقاشی با بیننده تعامل داشته باشه. فقط کافیه در فاصله چند متری آینه وایستید. در نگاه اول به نظر میرسه که شخص داره با یه موجود فضایی ارتباط برقرار میکنه. دنی 8 تا از این آینه ها ساخته. اون میگه حالا نه تنها میتونیم هنر رو تماشا کنیم، بلکه میتونیم هنر رو به صورت زنده ایجاد کنیم. فوتبال در زیر آب. به نظرتون ماهی قرمز حافظه بدی داره و تو یادگیری ضعیفه؟ نه، اصلا اینطور نیست. این ماهی ها حتی میتونن زیر آب فوتبال بازی کنن. صاحب این ماهی ها اونقدر عاشق فوتباله که تصمیم گرفت برای ماهی هاش یه استادیوم بسازه. 3 ماه طول کشید تا به ماهی هاش یاد بده چطور گل بزنن. مسلماً مثل آدم ها نمیتونن فوتبال بازی کنن، اما در حد خودشون خوبن. کیف آدم برفی. حالا وقت معرفی یه محصول به درد نخوره. در اینجا یه کیف آدم برفی داریم. ممکنه بپرسید آخه کی برف رو تو کیفش میذاره؟ نمیدونم، اما مثل اینکه تو ژاپن خیلی رایجه. هوای بیرون داخل کیف نفوذ نمیکنه. در نتیجه آدم برفیتون حداقل تا چند ساعت تو حالت اصلیش باقی میمونه. حتی یه جیب جدا برای هویج وجود داره. تکنیک دایسوگی. نظرتون راجع به این منظره چیه؟ درختای باریک در بین تاج درختای دیگه بیرون اومدن. در واقع این یه پدیده طبیعی نیست، بلکه یه تکنیک ژاپنی باستانی برای پرورش درختهای سرو ژاپنیه. اسمش دایسوگیه و اینطوری میتونید تنه های کاملا صافی به وجود بیارید. این تکنیک قبلا برای ساخت چاشیتسو یا اتاق چای به کار میرفت، اما امروزه کمتر دیده میشن. پرورش چنین درختی 10 سال طول میکشه، در نتیجه یه نوع هنر محسوب میشه. توماتان. دویدن کار خیلی سخت و خسته کننده ایه و هر ورزشکاری نیاز به کمک داره. یه گزینه خوب استفاده از ربات ژاپنی توماتانه. وقتی دکمه رو فشار بدید، ربات یه گوجه داخل دهانتون میندازه. فکر نکنم این اختراع به درد جامعه بخوره، اما معلومه مخترعش آدم شوخ طبعی بوده.
این ربات برای تبلیغ شرکت سبزیجات ساخته شد و خیلی زود معروف شد.